سلام بینندگان عزیز، برنامه نوبتی اینستافیس را از سامانه اویلتیجه منظورت را میسازیم. با شما هستم، من اسمانزاده مهرانشو. در یوتیوب کانال قربان نگمدوف چند روز قبل یک نوار نشر کرد که از 4 ماه باز بیمار بودنی سراینده محبوب کشور قدم قربان خبر میدهد. در نوار گفته میشد که قدم قربان سخت بیمار است و از درد نامعلومی که طبیبان از تشخیصش عاجز موندن اذیت میکشد. بعد از یک روزی نشر گردیدن این نوار، بسیاری از سامانه اینترنتی خبر نشر کردند که قدم مرده است. بعد چنین آوازها دوباره در کانال قربان نگمتوف نوار نشر گردید که این سراینده زنده است و در بیمارخانه قرار دارد. با گفته همسر قدم قربان، بیماری شوهرش باعث بی نهایت پس فرامده سطح زندگیشون گشته، کار به جای رسیده است که بعضا نان را به چای تر کرده میخورند. در نوار مذکور که در شبکه اجتماعی پنگ گشته بود، خود قدم قربان از دوستان بیوفایش شکایت کرده میگوید: پیشتر دوستان ما را با کنکلیاتور هم حساب کرده نمیشد، ولی در طول 4-5 ماه بیماریم یگان کس نپرسید که چی حال داری، ولی به درد داده خدا شکر میکنم. و گفته خود سراینده، بیماریش بیشتر بعد نصف روزی خروج میکند، اما چه علت داشتنش را تا حال طبیبان نمیدونند. ما به قدم قربان شفای کامل خواسته امیدوار هستیم که روزهای نزدیک برای صحنه تاجیک برمیگردد. شان امسی یکی از رپران مشهور تاجیک است که در بین جوانان مشهور است. پس از نواری که از بیمار بودن قدم قربان نشر گردید، این رپسرا یک رپر در باره قدم قربان در یوتیوب کانال خود نشر کرد که در یک شبانه روز زیاده از 250,000 و در دو روز زیاده از 500,000 نفر تماشا کرده باهای بلند دادند. ولی پس از گذاشتن رپی مذکور، کسی به این رپر زنگ زده گپای بد و دشنام میدهد که تو نباید این رپ رو میخوندی. قدم قربان بخواد اوید رپی مذکور چنین گفته است: من هنگامی که رپی شان امسی رو گوش کردم خیلی تبابت یافتم. سلامت بخواد شان امسی، انشالله اگر تنمون صحت بخواد یگان سرود با شان امسی میخونیم. سلام اکای قدم یکی اکای قربان ای کسی که قربانی دوستات دادی چنقه پیش سلام اکای خود سارو. شهرام ابوبکر یکی از سراینده محبوب تاجیک است. طوری که مشاهده کرده می شود، یک سال اخیر این سراینده مانند پیشتر فعال نیست. امروز گپ آوازاست که شهرام به مثل بهروز میرزایف و استان عزیزاو ترک صحنه کرده است. سراینده محبوب با آوازه مذکور چنین پاسخ گفت: من ترک صحنه نکردم، گاه گاه هم باشد سرود ثبت میکنم، ولی اکنون کوشش میکنم سرودهای اسلامی و غزل و وصف مادر و وطن نمایم. سال 2019 به زیارت خانه خدا رفته بودم، لیکن این معنی پر از صحنه دست کشیدن مرا ندارد. همزمان شهرام قید نمود که به تجارت مشغول است و سبب سرکار بودنش چند مدت است سرود و آهنگهای نو تهیه نکرده است. سراینده وعده داد که روزهای نزدیک با سرودهای نو خود طبیع مخصوصنش را شاد میگرداند. انیسه عزیز یکی از سراینده‌های شناخته تاجیک است که میان مخلصان محبوبیت خود را پیدا نموده است. بسیاری از مخلصان این هنرمند گفتند که انیسه به عربستان رفته است و حاج بیبی گشته است و دیگر سرود نمیخونده است. رج احمد پرودوسر ستاره نامدار تاجیک خبری حاج بیبی شدن و ترک صحنه کردن انیسه عزیز را رد کرده، ابراز نمود که انیسه به عربستان بارها سفر کرده است. در قطار او چندین سرایندگان نامدار کشور به این دولت برای ثبت و به نوار گرفتن کلیپ و سرودهایشان میروند، ولی این معنی زیارت خانه خدا کردن آنها را ندارد. به گفته رج احمد، انیسه حاجی بیبی نشده است و بر ایجاد ترانه نو مشغول است. ولی جان عزیزوف یکی از سراینده‌های شناخته تاجیک است که مخلصان زیادی خود رو دارد. این سراینده چند روز قبل در یوتیوب کانال خود یک ترانه را گذاشت که پنجگانه نام دارد. این ترانه را در یک شبانه روز زیاده از 30,000 نفر تماشا کردند و بهای بلند دادند. چشم منو شرشره موی تو، گوش منو گپ گپ دل جوی تو. بینندگان عزیز، این بود چند خبری تازه فرهنگی که منظورتون گرداندیم. ما رو با خبرهای جدید در سامانه و شبکه‌های اویلتیجه انتظار باشید.